نگاهی به چند خبر کوتاه. مقام‌های محلی 10 استان از مجموع 19 استان عراق تصمیم گرفتند اداره‌های دولتی استان‌های خود را به مناسبت عید قدیر تعطیل کنند. دفتر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در کشور ماداگاسکار میزبان برگزاری مراسم جشن عید قدیر بود. این مراسم روز 17 ذی‌الحجه 1443 قمری و به همت نماینده مرجعیت شیعه در دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر ماجنگا برگزار شد. مردم یمن با حضور گسترده در دهها میدان شهر صنعا پایتخت این کشور و مراکز 13 استان دیگر یمن مراسم بزرگداشت فرارسیدن عید قدیر را برگزار کردند. بانک اسلام در کشور مالزی اپلیکیشن بانکداری دیجیتال کاملا بومی خود را راه اندازی کرد. این اپلیکیشن بانکداری به کاربران اجازه می دهد تراکنش های بانکی خود را بدون رفتن به شعبه بانک انجام دهند و به گفته مسئولان این بانک، این اپلیکیشن با هدف جذب نسل جوان باعث خواهد شد که یادگیری استفاده از خدمات تأمین مالی را تقویت کند. شماری از فعالان حقوق بشر و آموزش در یک نامه سرگشاده خطاب به رهبران جهان گفتند که بیش از 300 روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان گذشته و با ادامه این وضعیت امید دختران بیشتر صدمه می‌بیند. آنان از رهبران جهان خواستند تا طبق تعهداتشان از حقوق دختران افغانستان حمایت کنند. اولین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه عتبات و مزارهای مقدس از سوی دارالقرآن آستان مقدس حسینی برگزار می شود. این مسابقات با مشارکت آستان مقدس علوی، حسینی، آستان مقدس کاظمی، عسکری، عباسی و برخی دیگر اماکن مقدس در ایران، سوریه، لبنان، مصر و افغانستان برگزار خواهد شد.